ماست دوغ هم برای لوبیا پلو باید بگیرم، یعنی لوبیا پلو بدون ماست اصلا فایده نداره. حالا تو قرار بود خودت درست کنی یا من درست کنم؟ قراری نداشتیم با هم دیگه. یه قاشق چوبی هم به من لطفا بده. ما باهاشون کار داشتیم اینجوری بدقولی کردن. هیچی دیگه، حالا منتظرشیم تعطیلات تموم شه و منو از این بلا تکلیفی در بیارن. همه رو بزیم با من قاطی میکنیم. گفتم بلدی به رو خودت نمیادی. خیلی خیلی راحتیه. بگی میکرمیم باید. حالا فوت کوزه‌گری می‌خواستی؟ آره. مرسی. می‌خوام یه چند تا شیرینی متفاوت هم گرفتم. نمی‌دونم تمام شیرینی. شیرینی نمی‌گرفتی دیگه. حالا دیگه یه کسی که رفت باشگاه رفت این سخت نام کردیم دیگه اینا شیرینی گرفت. یه اصلا دل و روزه شکل به هم اونجوری. خب اینه که خودمون از این رشنگتر می‌زنیم که باشیم. الان دیگه نگیمی از شد. یه روشی میگو که کمتر گریه کنی سر پیاز. دیدم اینم چیکار داری؟ الان میخوای نشون بدی؟ خب بسا صف کن. سلام خدمت دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه و ایام به کامتون باشه. اگه یادتون باشه چند روز پیش یه فیلمی با نسرین جان تهیه کردیم راجع به شخصیت شناسی، اونجا ذکر خیر لوبیا پلو شد. منم امروز با توجه که تعطیل هست فرصت رو مغتنم شمردم، دارم میرم مارکت و لوبیا بخرم و بریم امروز یه غذای ایرانی خوشمزه داشته باشیم و در کنار هم لذت ببریم. کلای هستیم ای بایران لار. بریم به قسمت لوبی ها برسیم. بله پیدا کردم، این لوبیا تازه. بریم برای لوبیا پلو. ماست دوغ هم برای لوبیا پلو باید بگیرم، یعنی لوبیا پلو بدون ماست اصلا فایده نداره. این دوغ هم که دیگه جای خودش داره دیگه. بریم قسمت لبنیات، ماست هم بخریم و به اضافه دوغ. ببینم که انواع اصلا دوغا داره، ولی حتی هیچ کدومش دوغ ایران نمیشه. دوغ ایران یه طعم خاصی دیگه ای داره. اینم دوغ. اینم برای گوشت تازه که دادم چرخ بشه. از این گوشت که گفته بودم سفارش دادم، اینه که یه خورده چربی هم داره. کیلوسی نکا دارا بین؟ فیوز کردم. تشکر لهم. بخ بخ چقدر سریع، چقدر زرنگ. ببین لوبیا پلو صحبته شد، خودم رفتم لوبیا رو گرفتم، حالا میشورمش، پاک کردنش هم با من، درست کردنش هم دیگه با خودم، نظارت در درست کردنش با من. من به بچه ها گفتم به غذای ایرانی خوشمزه میخوایم بخوریم، رفتم دوغ و ماست هم گرفتم که در کنارش یه نهار لذیذی داشته باشیم جای همگی هم خالی. لوبیا پلو هم خودت درست کن، بلدی که. ولی دوست دارم یاد بگیرم، امروز شاید سعی کنم که خودم درست کنم. حتی قول داده بودی خودت برام درست کنی. یعنی یادت رفته؟ یادم رفته، خیلی وقت درستم کنم، ولی سعی کنم امروز بیشتر همکاری داشته باشم. خب چیزه، گوجه گرفتی؟ گوجه نه، گوجه هم میخواد لوبیا پلو. نه گوجه نمیخواد، برای سالاد شیرازی کنار لوبیا پلو گوجه میچسبه. گوجه شم الان میرم میگیرم. اول دم که کردیم برو بگیر. حتما حتما. سالاد شیرازی و ماست جز همراه های همیشگی لوبیا پلو. آره ببین قشنگ شسته، خوبشه. آره منم سلام میگم، امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. دیدید که امروز تو خونه ما بساط لوبیا پلو برپاه، پژمان ناهار عوض لوبیا پلو کرده. البته چند تا ویدیو قبل گفتیم یکی از غذاهای محبوبش این غذاه، البته فقط خودش نه، تو خونه ما همه لوبیا پلو رو دوست دارن. سر لوبیا پلو دعوای همیشه. همیشه هم میگه که بیشتر درست کنیم، دو وعده‌ای باشه که تو یخچال هم بمونه خوشمزه تر میشه. خلاصه هیچی دیگه، الان خودش دست به کار شده. البته من تو خونه بودم، دم زنگ زد گفت برنج رو خیس کن، ناهار میخوام، دارم لوبیا میخرم، میخوایم لوبیا پلو درست کنیم. حالا دیگه دست خودتو میبوسه. حالا تو قرار بود خودت درست کنی یا من درست کنم؟
الان تکلیفمون رو قراری نداشتیم با هم دیگه. خب حالا من سعی میکنم امروز چون غذای محبوبم هست برای منم و سعی میکنم یاد بگیرم که دیگه عملا اگر که یه روزی هوس کردم نبودی مسافرت بودی من تنها بودم خودم بتونم حالا که من هستم همیشه خودت نیستی نه دیگه بالاخره محض احتیاط. آره یه چند باری ما لوبیا پلو درست کردم خودت نخوردی نبودی نه چند وقت نخوردی لوبیا پلو شما هر بار درست کردی گفتی لوبیا پلو درست کردم نیستی گفتم خب باید بذاری نه که من هستم درست کردم. آره به ما میگه شما چرا خائنید من که نیستم لوبیا پلو رو میپزید و میخورید. حالا هیچ دیگه الان لوبیاشو خورد کن منم آب برنج رو بذارم و بریم غذامون درست کنیم که دیر نشده. فکر کنم بسته دیگه یا نه بازم خورد کنم؟ نه بسته. لوبیاهای اینجا ببینید من باز نشون بدم پهنه با لوبیاهای خودمون فرق داره. لوبیاهای ما هم خوشمزه است، این هم خوشمزه است. بعد لوبیاهای خودمون خیلی که تازه و ترد باشه این میزان گوشتی بودن وسطش بیشتره، اینا این دونه های وسطش کمه ظریفه، یعنی لوبیاش خیلی نازکتره تو هم زودتر میپزه همون دونه سفتا رو نداره دیگه. خوبشه بشم خوبه؟ بله. چیکار حالا من لوبیا رو بریزم توی تابه یه خوب سرخش کنم بعد پیاز رو خورد کنم و در نهایت سایر مراحل. کابینتی هم خبری نشد نه؟ کابینتی که ما رو سرکار گذاش اساسی الان هم که عیده الان هم عیده که عملا بهانه رو دارم برای کار نکردم. خب من روغن رو اضافه کنم بهش. خب بیام سراغ پیاز. این پیاز من همیشه باش مشکل داره، همیشه باید یه عشقی سر پیاز بریزم. روز یک کلیپ میدیدم بگو به جای که بگیرید دستون چارغاش کنید و نیدونم روی خورد کنید یه روشی رو گفت که کمتر گریه کنید سر پیاز. دیدم اینم چیکار داره الان میخوای نشون بدی؟ خب بذار صف کن، بذار واضح کنم تصویر رو. صف اینجوری میومد خورد میکرد، یعنی برش میزد که بگفت دیگه عشق نریز سر پیاز خورد کرده. نمیدونم حالا بتونم انجامش بدم یا نه. میومد اینجا خب اون باید تایی پیازو نمیگرفتم احتمالا حالا نمیم بعد میمهد اینجا چگاه میکرد؟ با این مده بزر سخت شد که بکنم بزر خاشون میشه از هم نه بزر بینم چی دیگه میشه ولی این دومشه چیه بزر یعنی هر کارش بکنم بابا باید سر پیاز بیارم پیشمان چی؟ یا مطمئن این شیبه جدید نه اصلا توصیه نمی کنم برای خدایش الان تو الان عشقم در نمیده بذار بیرم چه اتفاق میشه. یه اصلا دل و روده شیخ به هم اونجوری خب اینه که خودمون از این قشنگتر میزنیم که باشی الان دیگه نگینی از شد بولینی قشنگ عشقم در ما یعنی با این سیاست مدن که یه دیگه کنم عشقم در نمیده ولی روش که امتحان کردم به درد نخورد عشقم در اومده. یه پیاز کافیه؟ کافیه. سیر چی؟ سیر نمیخواد. به نظرم سیرم بزنید بعد میشه. پژمان با اون شیوه جدیدی که به کار برد خیلی چشمش سوخت رفت، یکمی چشمش آروم بگیره بیاد. کابینت هایی که میگفتم باور نمی کنید یک ماه قراره که اون شخصی که قبول کرده کار کابینت آشپزخونه رو بر ما انجام بده، البته نگفتم تو ویدیو که ما قراره کابینت ها رو عوض کنیم، حالا بعد ویدیوش رو میگیرم براتون. بعد یه نفر رو ما پیدا کردیم که بین این همه آدم از همهشون خوشقلتر بود، یعنی اون اول خیلی کارو خوب پیش برد و روی ساعتی که قرار بود بیاد قرارداد ببنده اندازه گیری کنه همه رو به موقع اومد انجام داد و گفتیم که خب خوبه شخص خوبی به پستمون خورده. هیچی دیگه سر تاریخی که قرار بوده 16 ماه میلادی بیاد اینجا و توی آشپزخونه کابینت ها رو بزنه مونتاژ کنه و درست کنه از اون روز دائم میگه یا عصر یا فردا یا پس فردا، دائما میگه فردا. چند روز پیش ما گفتیم خب اگر که خبر نمیدی ما شماره حساب میدیم مبلغی که پرداخت کردیم برای کار، ما اصلا نمیخوایم کار انجام بدی. هیچی دیگه اینقدر امروز فردا کرده که الانم خوردیم به عیدم که خب تعطیله و خبری نی پیامم زدیم پیام رو سیم نکرده که
ناچار نشه دوباره مثلا حالا درستم نیست بگی ولی اینکه بی دروغ بگه، بگه من عصر میام فردا میام، چون عین دیگه مسلمه نمیتونه بیاد، بعد قله و مطمئنه که اگر به ما بگه بعد از عید دوباره مجبور میشه که توی اون منگنه قرار بگیره و ما بگیم هزینه ما رو برگردون. حالا اینکه هزینه رو برگردونه صحبت اون نیستش، ولی خب وقتی که قول میدن باید سر قولشون وایسن و منم ترجیحم اینه که همینا که اندازه زدن و دارن میسازن بیان بذارن کابینت های آشپزخونه رو کارش رو انجام بدن، چون حالا برفرض اگه بخواد هزینه رو برگردونه ما تا بیایم یک کسی دیگر رو پیدا کنیم و اونم دوباره بدقلتر از اینا، چون اینا خیلی بدقلن. تجربه‌ای که من داشتم، حالا افرادی که کارای اینجوری انجام دادن حدوداً 60-70 درصدشون ما باهاشون کار داشتیم اینجوری بدقلی کردن. هیچی دیگه، حالا منتظرشیم تعطیلات تموم شه و من از این بلا تکلیفی در بیارن و کار آشپزخونه هم انجام بشه، چون اینجوری خیلی اذیت هم جا کمه هم به هم ریخته میشه. خب بیام پیاز رو اضافه کنم. خوب شدی؟ آروم گرفتی؟ خوب بودم. پیاز. آها برای پیاز. بله. برای پیاز دیگه چاره نیست که، پیاز مشکلات خاص خودش رو داره. الان پیاز رو رفت بیدیم و شنگ آماده ترکیب رو بریم بشیم. بعد از اینکه یه تفت کردیم آماده میشه برای اضافه کردن گوشت. من یه توضیحی بدم که چرا اول لوبیا رو ریختیم بعدش پیاز رو. حالا ما به این شیوه درست میکنیم چون هر کسی لوبیا رو به یه شیوه متفاوتی درست میکنه. بعضی ها هستن لوبیا رو جدا تفت میدن و پیاز و گوشت رو هم با هم. من پیاز رو اول نریختم چون زود سرخ میشه، برای همین لوبیا رو ریختم. بعد با پیاز دیگه الان با هم تفت میخورن. لوبیا الان یه مقدار سبک شده و دیگه با هم دیگه شروع میکنن تفت خوردن و بعدم بقیه مواد رو اضافه میکنن. اینجوری هم خیلی خوشمزه میشه. خب اینم جوش اومده، باید برنجش رو بیاریم بریزیم. پشما جان برنج رو بیار عزیزم. دوبردهی شده درست کنیم چی؟ اشاله که دوبردهیه، چند تا پیمونه؟ آره نه هم دوبرده میشه. خوی اقا بایست کرد خالیش کن هم نتشه. ببین کاسه رو بزن داخل آب قابلمه، یکم بر رو دور به چپ رو بریز. اوکی؟ نه بازم داره. من یه مقدار دیگه روغن اضافه کردم، آشپزمون روغنشو کم ریخته بود اونجوری تفت کرد. خب یه قاشق چوبی هم به من لطف کن بده. گوشتا رو کجا گذاشتی؟ گوشت تازه گرفته بودی؟ گوشت تازه گرفتم، گفتم که منجمد استفاده نکنم چون گوشت تازه بود. گوشت تازه همیشه تو دیدیم. پس گوشتارم بیار. پیازا خیلی درسته، هم اندازه لوبیا ها خود کردی. ببین هر یکیش یه اندازه شد. آره تو همینجا؟ تو همینجا دیگه، بقیهش دیگه سر سفره. خب یاد نگیری که نمیشه که. یاد گرفتم همه شرکی که پیاز و گوش رو بیا قاطی برنج هم خیلی خیلی رو آماده شد. همه رو میزیم دا بریم همین همه رو میزیم با منه قاطی میکنیم. گفتم بلدی به رو خودت نمیادی. خیلی خیلی راحتیه، خیلی میترم این قاطی شد. دفت کنم
میبینی تا همین حد که تفت میدم دیگه کافیه. حالا یه وقتی کسی دوست داره بیشتر تفت بخوره که خب لوبیاش رو بیشتر تفت میده، ولی ما در همین حد. آشپز ما وسط کار رفت زبان خوندن، بعد من این که داشت تفت میخورد هویجم میریزم داخل لوبیا پلو، هویج خیلی خوشمزه میشه. زیر لوبیا رو خاموش کردم زیاد سرخ نشه، این هویجا رو خورد کردم، ریزه ها درشت دارید میبینید توی دوربین. بعد هویجای خورد شده، حالا هرچی ریزتر باشه بهتره، میریزم داخل لوبیا ها. ببینید این در همین حد تفت خورده، هویج خیلی خوش عطرش میکنه. حالا اگر دوست ندارید که زیر دندونتون معلوم باشه تو غذا، البته میپزه نرم میشه، ولی اگر دوست نداشتید به این صورت باشه میتونید رنده درشت بزنید و بریزید، یا به این صورت. ببینید الان این لابلای اینا اومده به این صورت، خلالای باریک باریک. خب یکم هم که هویج تفت بخوره ادویه رو میزنم که عطرش در بیاد و گوشتش رو اضافه میکنم. یک مقداری زردچوبه میزنم، فلفل سیاه زیره میزنم، اینجا بهش میگن کیمیون، زیره هم خوشمزش میکنه با دارچین. دیدید که لوبیا در چه حدی سرخ شد، اصلا نذاشتیم که اون حالت پوستش حالت سوختگی بگیره، فقط در حدی که سرخ بشه. الان هویجام تفت خورده، گوشتش رو اضافه میکنم. خب اینم از گوشتش که ریختم. یک مقداری که تفت خورد و سبک شد، بعد رفش رو میزنم و نمکش و مزش. خب من روبش هم گذاشتم این قسمت که روبش هم تفت بخوره، نمکش رو هم اضافه میکنم. الان که همه مواد با هم تفت خوردن، من میام کمی هم سس تند بهش اضافه میکنم. عجب بوی پخش شده، چیکار کردی؟ به کجا رسید؟ اومدی یا ببین آماده سونی چیزی شد؟ ببین اصلا پاپا برنج باید نکن، همینو بخوری خیلی خوشگل شده. یعنی هر وقتی که من میخوام لوبیا پلو درست کنم این موقع پیدا میشه. خدایش این سوسش هم خوشگل میشه یا نه؟ حتی آره میشه دیگه. حالا من تو این مرحله اندازه یه ته استکان خیلی کم آب میریزم. این آب رو میریزم به خاطر اینکه رب داره قشنگ با هم دیگه ترکیبش رو مخلوط بشه. چه شبه؟ یه دو دقیقه دیگه من خاموشش میکنم که این آبی که داخلش ریختم دیگه تبخیر بشه. الان میخوایم تدیگش رو بذاریم. یه ذره کنجه باقیم شده، میپاشم کف قابلمه. توی قابلمه من روغن ریختم. خب مرحله بعد بوته کوزه گری شدم همین بودی یا من نمیدونستم؟ نه دیگه، اینکه بوت نیست که. چرا دیگه پایین بوده؟ بوته کوزه گری یه چیز خیلی سخته، اصلا یه چیز جدید بگیر یاد بگیری. ببین اینا رو اینجوری میچینم. اونم از تدیگش. خب یه کمی هم نمک میپاشم روی این سیب زمینی ها که خوشتم بشه. دیگه الان لایه لایه برنج میریزیم و موادش رو میریزیم. یه لایه از این برنج، منم از این برنج های یه چیز داشتم و برنج های همین ترکیه، برنج باسمتی یا ایرانی نیستش. یه جوری مثل ماکارونی درست کردن میشه این مواد شده. آره دقیقا. یعنی اگر این غذا رو یاد بگیری یه ماکارونی هم میتونی یاد بگیری.
نه شاگرد خوبی هستی. شاگرد نیستم من، استاد خوبی هستم. آره یه نکته که میگی دیگه 10 تا یاد میگیری. جدی میگم، حالا دیگه روش مشترک دیگه، چون بله اون موادش رو درست کردن سوار کردن که مثل همه دیگه. چی میتونی درست کنی؟ نما هم یاد بده. خب دیگه الان ببین 4 تا غذا میشه با موادش که میشه بدون برنج در واقع میل کرد. اگه عجله داشتی اینو بدون برنج یا ماکارونی. چهارمیش کدوم میشه؟ چهارمیش هم میشه اون سس ماکارونی. نه دیگه شد 3 تا. ببین سس ماکارونی، سس لوبیا پلو، لوبیا پلو ماکارونی. آها اون بدون لوبیاه. خب اینم از لایه آخرمون. حالا فوت کوزه‌گری می‌خواستی؟ آره فوت کوزه‌گری داره. آره یه دونه فوت کوزه‌گری یادت بدم. ببین اینجا رو، این زعفرون رو البته اینقدر آماده داشتم من توی یخچال، اینجا رو نگاه کن. این زعفرون رو من قاطی موادش نزدم، می‌ریزم رو برنج موقع دم کردن. بس دو تا فوت داره، یه فوت اون کفه. نه دیگه اون اونجا دیگه فوت روشه دیگه. این قسمت چه خوردنش نمیدونستم. خیلی عطرش خوب میشه اینجوری. این هم زعفران قاینات باشه. آره خب دیگه دمش میکنیم و میریم برای نیم ساعت دیگه. الانم برو گوجه رو بگیر بیا سالاد درست کنیم. سالاد شیرازی. به به جناب همسر اومد. سلام. سلام گرفتی؟ بله گوجه. مرسی. نون چرا گرفتی؟ نونم گفتم حالا تو خونه باشه، رفته تعطیلی اینجا دو کم باشه. خیلی رفتم اینجا تختم برات گرفتم. مرسی. تازه میخوام یه چند تا شیرینی متفاوت هم گرفتم. نمیدونم تمام چی شیرینی شیرینی نمیگرفتی دیگه. اما دیگه یکی کسی که رفته باشگاه رفتیم ثبت نام کردیم دیگه اینا چیه گرفتی؟ اینا بکنم لپون میگن بهش. نمیدونم یافتشون خوب بود گفتم حالا بگیم بچه ها. از این آجیلیه؟ این آجیلیه مغازه خوبی رفتم بهش گفتم که برنج ایرانی هم داری؟ گفته آرم اونو الکی میگم نگاه کردم گفتم این همش برنج هندیه. گفتم ببین برنج ایرانی اصلا اینجا نمیاد. آره اگر بیام اینجا بالای 70-80 لیره، برنجی که زد اینجا 50 لیر مطمئن باش که ایرانی نیست. تو ایران گرونتر هستن میگن. آره دیگه ایران بخوای حساب کنی گرونتر میشه. برنج باسماتی و برنج هندی اینا رو میگن ایرانی. آره علکی خودش میدونه، من ازش پرسیدم خودش میدونه، ولی چیزه بهش گفتم ایرانی نیگو. حالا دیگه ما میگیم ایرانی، کسی ایرانیه میشنسته دیگه. آره من بهش گفتم خودشون بخواد در واقع تقلب به عنوان برنج ایرانی مارد. خب داره خودش چشمک زنگو. خب دیگه حالا ما میگیم برنج ایرانیه، شما هم هیچی نگو. دست در مکان گوجه کو. گوجه هم گرفته دیگه. عجب گوجه خوبی هم گرفته. گوجه هاش خیلی خوبه. خب من تا پژمان رفت و اومد سالاد رو تا این مرحلهش رو رفتم، حالا فقط مونده گوجهش. از این فلفل هم گرفته. میخوام اگه یک کمی تند باشه، ولی خب اینا شیرین هست. نمیدونم حالا امتحانش میکنیم. خب بیرم که سالاد شیرازی، اصلا سالاد شیرازی انصافا خوشمزه است. یعنی سالاد شیرازی و لوبیا پلو و دوغ و همه چیز با هم ترکیب شده. بعدش برای غذا بخوری دو سه ساعت بخوابی. مشکل اینه فقط. اگر که آب پلو داشتیم خیلی خوب میشد دیگه. آب لیمو زدم من. لیمو تازه نبودی میگرفتم؟ لیمو تازه زدم. آها خب عالی. قشنگ همش بزن، نمکاش این قسمت بود فکر کنم. خب اینم بریزم توی ظرف، دو هم بیارم بریزم توی پارچ و دیگه فکر کنم همه چی آماده است. منتها دوغ حتما طعم‌دار کنه، نعنا و فلفل و نمیدونم پونه و هر چی داری. فلفل فلفل همه چی باید. میخوای دارچین هم بزنی؟ دارچین همه چی ترکیب بزن. از وقت همه چیز قاطی کنی یه چیز جدید دارم. فلفل کجا اومد برای دوغ فلفلی؟ فلفل سیاه و قرمز همه رو بزن. من دیگه قبرس میرم بعضی وقتا با حسین که اونجا با هم هستیم میگیم حسین چی درست کنیم؟ میگه ببین بلندشین هر چی داری قاطی کنی بزنی به سر. بعد یه دفعه ملغمه درست میشه طعمش هم بد نیست. بد نیست ها؟ آره.
اون شب یه چیزی یادته؟ یه غذا درست کردی گفتی اینو دیگه خیلی سریع و دم به دستی درست کردم. گفتم ببینم گفتم مرغ سرخ کنید این مدلی؟ گفتم که چیزه، گفتم اگه من و حسین تو قبرس درست میکردیم تا یه هفته استوری میکردیم و راجبش صحبت میکردیم. الان دو دقیقه درست کردیم میگینم دم به دستی. خیلی خوب. موسیر هم میخوایی بزنی؟ موسیر پونه گفتم که هرچی میتونی بهش بزن. بسته؟ بسته. بشکنه ببینیم دم کشیده یا نه. مشکل شده واقعا ارزشو داشت. رفتم لوبیا گرفتم و خورد کردم. ارزش داره. امروز تعطیلم هست، جای همه خالیه واقعا. ببین برنجش چقدر خوب در اومد. این برنج یاسمین ترکیه. بعد خب اینا لعاب داره دیگه، منتها قلق داره. اگر که قلقش دستمون بیاد حتی اون حالت لعابی و چسبندگیش هم میشه بگیری و آبکشش هم خوب در میاد. خیلی هم خوش طعمه. البته میگن این برنج مال خود ترکیه نیستش، ولی فوق العاده طعمش به برنج خودمون نزدیک. خیلی داغ شد مثل اصلا نمیشه بگیری دستت. عالی، مرسی. خب بریم سراغ کفش. اینا رو من آروم بزنم کنار ببینم چه خبره. بله، چه خوشرنگ شده. آره اینم از تدیگم. عالی شده. تدیگ کنجدی. حالا این سفرنگ اضافت با شما. لوبیا پلو حالا خوشمزه است یا نه؟ اونه که لوبیا پلو خور هستن کامنت بده. خیلی دوستتون داریم و خدا نگهدار.